در رابطه با مرحوم سید احمد فردید صحبت میکردیم، فراموش کردم به شما یاران عزیز عرض کنم که ایشون یک بورس یک ساله گرفت و از ایران رفت به فرانسه، در فرانسه بود یک سالی، در فرانسه بود و اینجا یه مکاتباتی هم با صادق هدایت از اون دوره به جا مونده. با صادق هدایت دوست بود و به طور کلی صادق هدایت به اندیشه ایران شهری تو اون دوره خیلی علاقه داشت و سید احمد فردید هم به هر حال زاده یزده و یزد شهریه که آتشکده همیشه پر رونق یزد درش دایر بوده و جایی بوده که حافظ و شاه نعمت الله و بزرگان فرهنگ ایران راجع بهش صحبت کردن، به اونجا رفتن، در اونجا ساکن بودن. به هر حال این فرهنگ ایران باستان یکی از کانونهای تاریخیش یزده. در که به دنیا اومدن در اون شهر و رشد کردن در اونجا در اون دوران، یعنی در دورانی که پهلوی اول اومده بود و در صدد احیاء آثار ایران باستان بود، اثر بسیار زیادی در ذهن و اندیشه جوانان داشت و جوانانی که بعداً می شدن روشنفکران و به قول معروف انتلکتویل ها. صادق هدایت آثاری که نوشته راجع به، یعنی برای اینکه ایشون بیشتر در این زمینه بدون تحقیقات خودش رو گسترش و تعمیق بده، به هند سفر میکنه و بهره‌مند میشه از آثار فکری و فرهنگی کهنی که در هند وجود داشته که تأثیرش هم در نوشته های بعدیش هست. این از دوستان آقای سید احمد فردید بود، صادق هدایت. بعد اما راهشون، راه فکرشون بعدن از همدیگه جدا شد، یعنی صادق هدایت به وادی نیهیلیزم وارد شد در حالی که سید احمد فردید کاملا راهش جدا شد و بعدن بیان میکنیم که به چه مسیری وارد شد. اما ایشون اومد به فرانسه و از طریق همین حوزه فلسفی که ایشون باهاش پیوند خورده بود که توش سید حسین نصر بود و هانری کوربن فرانسوی بود، سید احمد فردید یک بورس یک ساله گرفت اومد فرانسه و در فرانسه بود و بعد از اون وقتی دوره بورسش تموم شد یک دوره یک ساله رفت به آلمان و در آلمان بود و اونجا چنان که گفتم، حالا آیا بورس گرفت یا یه کاری بهش داده بودن، یه به از این مثلا کاری در ارتباط با کنسولگری یا با سفارت ایران، به هر حال یه کاری داشت که تونست یک سال هم به عنوان کارمند حقوق بگیره و بمونه در آلمان و در حول و حوش دانشکده ها و اساتید و کتابخانه ها اطلاعات خودش رو در مورد مطالب مورد علاقه خودش، تحقیقاتش گسترش بده و تعمیق بکنه، هم زبان آلمانی بخونه و هم در دانشگاه هایدلبرگ ظاهراً بره از کتابخونه‌اش استفاده بکنه. در نتیجه باید کارت دانشجویی داشته باشه. ایشون رفت در دانشگاه به عنوان دانشجوی رشته فلسفه با در دست داشتن مدرک لیسانس اسم نوشت در دوره فوق لیسانس که بره از کتابخونه استفاده کنه و در دانشگاه هایدلبرگ هایدگر فیلسوف قرن بیستم آلمان کرسی تدریس داشت، در دانشگاه فرایبورگ هم ایشون تدریس میکرد. سید احمد فردید یک سال در آلمان بود. این یک سال
رو ایشون به رفتن به کتابخونه، تقویت زبان آلمانی خودش و نشستن سر کلاس استادای مختلف من جمله هایدگر گذرون، اما مدرکی نگرفت از این یک سال وقتی که در آلمان سپری کرد. اون چیزهایی رو که میدونست رو تعمیق کرد و از محضر بعضی از استادان هم همینطوری رفت سر کلاساشون و استفاده کرد، ضمناً زبان آلمانیش رو هم تقویت کرد. این دوره تحقیقات سید احمد فردی در خارج از ایرانه که مجموعاً 2 سال طول میکشه، که 1 سالش در فرانسه میگذره، 1 سالش در آلمان میگذره و ایشون بدون اخذ هیچ مدرک تحصیلی با همون لیسانسی که ایشون رفته بود دوباره بر میگرده، ولی خب بدون تردید عمق مطالبی که میدونسته خیلی بیشتر شده، چون محقق بود و علاقه مند بود. و بعد از این که دکتر سید حسین نصر عهده‌دار ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد، در صدد احیاء رشته فلسفه بر اومد که وقت سید احمد فردید رو هم دعوت کرد برای تدریس. و خود دانشکده اون وقت یک دکترا، مدرک دکترایی به ایشون داد که به عنوان استاد استخدام بشه و از این به بعد ایشون شد که قبلا سید احمد مهینی یزدی بود، شد دکتر سید احمد فردی و ایشون وارد این حلقه فلسفی شد و درس می‌داد. آقای فردی وقتی وارد دانشکده ادبیات شد به دعوت آقای سید حسین نصر و رشته فلسفه رو، تدریس در رشته فلسفه رو در به عهده گرفت، که در قسمت باستانشناسی، رشته باستانشناسی دانشکده ادبیات، استاد پور داوود تدریس میکرد و ایشون در واقع نقطه توجهش در واقع احیای فرهنگ ایران باستان، ایران پیش از اسلام بود، یعنی خوندن اوستا، آشنایی با متون زرتشتی، ترجمه اونها به زبان فارسی، انتشار اونها به زبان فارسی و به خط خود اوستایی، یعنی درست کردن یه چاپخونه‌ای که بتونه خط اوستا رو دوباره بازنشر بکنه و بعد ترجمه این. به همین دلیل ایشون به هند سفر کرد، رفت نزد پارسیان هند و موبدانی رو پیدا کرد که به اون متون کهن که 1000 سال، 1400 سال پیش با خودشون برده بودن به هند، به اونها دسترسی داشتن و بعد با کمک استادان در واقع رشته زبانهای ودایی که بسیار نزدیک به اوستایی و استفاده از گنجینه تحقیقات و تتبعاتی که اساتید آلمانی کرده بودن، ایشون موفق شد که برای نخستین بار کتاب اوستا به زبان فارسی منتشر بکنه. و شاگردانی که در مکتب ایشون تربیت شدن، یکیشون مثلا مرحوم محمد معین بود که کتاب مزدیسنا و ادب فارسی رو به عنوان تز دکترای خودش زیر نظر مرحوم پور داوود نوشت و بعد اساتید دیگه. ایشون توی دانشگاه تهران رشته ادبیات تدریس میکرد و متونی که ایشون داشت روش کار میکرد چیزهایی بودش که آقای فردیدن بهش علاقه زیادی داشت. اما به چه بخشش؟ یعنی این قسمت رو شما در نظر داشته باشید، یعنی حضور همزمان آقای سید احمد فردید و آقای پور داوود رو در دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات، یکی در رشته باستانشناسی، یکی در رشته
فلسفه، البته قبلا در صحبت اول گفتم که در همون زمانم هم تصادفاً مرحوم نورعلی خان بومندم باز تو دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران که نزدیکترین در واقع مجموعه ساختمانی به دانشکده ادبیات بود، ایشون هم اونجا ردیف های کهن موسیقی ایرانی رو تدریس میکردن به هنرآموزان. یه فضای بسیار بسیار غنی فرهنگی و هنری و فلسفی بود. اما سید احمد فردید در اون سالها چهره شناخته شده ای به شمار می رفت. در محیط های روشن فکری و فلسفی، و دلیلش هم برنامه های تلویزیونی ایشون بود. چون به دو سری برنامه دعوت شد، گفتارهای فلسفی بود و در ایشون در گفتگو با آقای علیرضا میبودی، با توجه به فضای حاکم بر جامعه ایران در اون زمان، طرح شدن مباحث فلسفی در تلویزیون، و اصولا اینه که یه نفر بره توی تلویزیون به تلویزیون دعوت بشه و گفتارش در معرض دید مخاطبین میلیونی قرار بگیره که تلویزیون داشته باشن به عنوان یک بحث روشنفکری و انتلکتوئلی، خب این یه امر ساده‌ای نیست که بشه آدم به راحتی از کنارش بگذره. و به طور کلی این مسئله برای هر کسی، اگر جای آقای فردید هم بود، براش یه وزنی ایجاد میکرد، یه اعتباری ایجاد میکرد. به این دلیل بود که آقای فردید یه چهره شناخته شده تری بود نسبت به بسیار کسان دیگری که وزن علمی و فلسفی بسیار بالایی داشتند، ولی کسی نمیشناخت اونها رو، یا شاید از وجودشون حتی اصلا بی اطلاع بود. اون موقع مثلا مرحوم آسد جلال آشتیانی در قید حیات بودن، یا مرحوم آقای سید محمود شهابی در قید حیات بودن، یا مرحوم آقای هادی حائری در قید حیات بودن، اما جمعیت خیلی زیاد اینها رو نمیشناخت، به خاطر اینکه اینها به قول معروف مدیاتیزه نبودن، آنتنی نبودن. اما مثلا مرحوم آقای محیط طباطبایی رو خیلی ها اسمشون رو شنیده بودن، چون ایشون البته محقق بودن اما در رادیو هم برنامه داشتن ایشون. به همین دلیل به واسطه اون برنامه های هفتگی اسم ایشون رو همه شنیده بودن. آقای فردید هم همینطور در میان بسیار استادان وزین دیگری که وجود داشتن در رشته فلسفه، ایشون نام‌آورتر از همه شده بودند به خاطر در واقع این فضای مدیاتیکی که در اختیار ایشون قرار گرفته بود. و البته اون برنامه‌های تلویزیونی برنامه‌های بار اولی نبود که ایشون داشتند. یک سری برنامه‌ها هم چند سال قبل از اون ایشون درش شرکت کرده بودن. همون موقع هم تک حزبی شد ایران و یه حزب رستاخیزی درست شد و در واقع گفته شد که کسانی که نمیخوان همه باید عضو این حزب بشن، هر کی هم نمیخواد بشه بذاره از مملکت بره بیرون فلان. و بعد اون وقت انتخابات گذاشتن برای اینکه نمایندگان مجلس از این حزب باشن. آقای فردید از شهر یزد کاندید شد، اما البته رأی نیاورد. به هر ترتیب ایشون تصور میکرد که خیلی چهره شناخته شده ایه، در حالی که همچنان که گفتم این مباحثی که ایشون مطرح میکرد مباحث فلسفی بود که برای انتلکتویل ها و روشن فکر ها مناسب بود، و کسانی که
به تلویزیون دسترسی داشتن و اصولا نگاه کردن به تلویزیون رو بد نمی‌شمردن، چون خیلی کسان بودن در اون موقع که بنا به فتوای بعضی از آقایون خریدن تلویزیون، گذاشتن تلویزیون در منزل و استفاده تلویزیون رو حرام می‌شمردن، به خصوص در شهرستان ها. و به همین دلیل این حساب آقای فردید به جا نبود. یعنی درسته که ایشون رو تو محیط دانشگاهی یا جوانان دانشگاهی و انتلیکتویل ها و روشنفکر ها در تهران و پایتخت ممکن بود عده‌ای بشناسن، چونان که گفتم شاگردان زیادی به سر کلاساشون برن، اما این به این معنی نبودش که در شهرستان های دور افتاده در نواحی مثلا یزد و اردکان و تفت و اون نواحی هم ایشون شناخته شده، چهره شناخته شده ای داشتن. نه، اینطوری نبود. به هر حال ایشون برای اون انتخابات موفقیتی به دست نیاورد. شاگردای سید احمد فردید میگفتند که از زبان ایشون شنیدند که هایدگر گفته بوده که یا گفته که حرف‌های من و فلسفه من و نظریات من رو دو نفر تو عالم فهمیدن و اجازه تفسیرش رو دارن. یه نفر تو ژاپنه، یکی سید احمد فردید یزدی. این چیزی بود که شاگردان ایشون میگفتن. حالا این از کجا شنیده بودن من بی اطلاع. اما اینی که آیا سید احمد فردید بازگو کننده نظریات هایدگر بود یا نبود، یا تا چه اندازه بود، این یه مقوله دیگریه، یک که از حوصله گفتار ما خارج به طور کلی. سید احمد فردید یک نظریه هایدگر رو مورد توجه قرار داده بود، یعنی دا زاین. که این نظریه چیه؟ وقتی که آثار فکری احمد فردید رو بشکافیم بیشتر با این نظریه هایدگر آشنا خواهیم شد. اصولا احمد فردید رو ممکنه که شاگردانش بعضن هایدگریان به شمار می آوردن، اما احمد فردید خودش رو دپسمان فلسفه به شمار می آورد، نه یه شخص هایدگر. یعنی میگفت من با هایدگر هم سخنم، اما نظریات من فراتر از نظریات هایدگره. اما یه مشابهت هایی هم وجود داره بین اون. حالا اینا چیه؟ مطلبیه که به عرض شما عزیزانم میرسونم. موقعی که اون برنامه های تلویزیونی تدارک دیده شد، سری دوم برنامه های تلویزیونی تدارک دیده شد و آقای علیرضای میبودی به عنوان مصاحبه کننده بعضی از کسانی رو که چهره شناخته شده فلسفه یا روشنفکری بودن دعوت میکرد برای گفتگو در تلویزیون، از جمله کسانی که میومدن آقای سید احمد فردید بود. چونان که گفتن ایشون پای تلویزیون یه مطالبی میگفت، اون کسانی که علاقمند بودن، جوانانی که علاقمند بودن به چیز یاد گرفتن و حرف جدید شنیدن و شیفته میشدن نسبت به حرفایی که آقای فردید میگفت، بعد بلند میشدن میرفتن دانشکده ادبیات و سر کلاس ایشون شرکت میکردن، استفاده میکردن. آقای فردید چه نظریه ای رو تدریس میکرد؟ یعنی مطالب بسیار زیادی میگفت به شاگردان خودش، مطالبی که به خصوص میتونیم بگیم که حتی در دپسمانهای مختلفی که آقای فردید نسبت به خودش انجام میداد، بعدن اصلا از فیلوزوفی وارد اتیمولوژی شد و مسئله واژه شناسی و ریشه شناسی واژه ها و یافتن وجوه تشابه و تطابق میان واژه های مختلف و سعی و تلاش در
نوشتن یک واژه‌نامه تطبیقی بین زبان فارسی و عربی که اینها البته مربوط میشه به کارهای بعد از انقلاب و بعد از سالهای 1357 و 58 و الاخر تا وقتی ایشون در قید حیات بود. اما معمولا وقتی که آقای فردید میخواست راجع به یه مطلبی راجع به یه مبحثی صحبت کنه، سر همون کلمه اولی که میگفت، سر همون اون خود اون واژه اول، یه ممکن بود یه مثلا چند جلسه‌ای فقط راجع به خود واژه صحبت بکنه، که به همین دلیل یافتن اون خط هدایت کننده فکری تو مجموعه صحبتایی که ایشون میکرد یه ذره برای بچه‌ها دشوار بود. اما در مجموع میخوایم ببینیم که اون ایده اساسی هدایت کننده اندیشه آقای دکتر سید احمد فردید یزدی چه چیزی بوده و چه کسانی سر کلاس ایشون شرکت میکردن، چه کسانی شاگردان ایشون بودند، چه کسانی فارغ التحصیل رشته فلسفه زیر نظر ایشون شدند، از ایشون چی یاد گرفتند، تحت تأثیر چه جهان بینی توسط ایشون قرار گرفتند. اینا در حقیقت اون نکات بسیار بسیار مهمه که شاید در سطح وسیع اجتماع ایران گفته نشده زیاد. ما میخوایم یه مقداری در این رابطه بیشتر آشنا بشیم با این مقوله. به همین دلیله که این سری برنامه هامون رو در واقع به آشنایی با نقش دکتر فردید، دکتر سید احمد فردید یزدی قرار دادیم در رابطه با تمامی تحولات و جریانات فکری که از 1358 یعنی اعلام رسمی نظام جمهوری اسلامی در ایران تا به امروز مردم ایران و مردم جهان شاهدش هستند و ما میخواییم اینها رو یه مقداری بازشناسی بکنیم، ریشه یابی کنیم این جریان های مختلف رو به لحاظ فکری و به لحاظ بنیادهای عقیدتی، بنیادهای ایدئولوژیک یا بنیادهای فلسفی، اینها رو بشناسیمشون، ببینیم اینها چی هن؟ چه چیزهایی هستن، چه چیزهایی از قلم افتاده، شناخته نشده، گفته نشده، در ابهام قرار داره. به این دلیله که ما به سید احمد فردید برگشتیم، از اونجا شروع کردیم و حالا در گفتارهای دیگه این مطلب رو من برای شما انشالله بیشتر باز میکنم. این گفتارها ادامه داره چندین جلسه. خدا یار و یاور شما یاران گرامی باشه. تا جلسه دیگه، علی نگهدار. بیا بیا که دوباره بهش تو را رزوان در این جهان زبروی دل راهی آورد. بیا بیا که دوباره بهش تو را رزوان در این جهان زبروی دل راهی آورد.
فرانسه برای